با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. توپ کابینه و نامزد وزیران در میدان پارلمان. حکومت بخش دوم کابینه را به مجلس فرستاد. با کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف و صلاحیت های قانونی خود هرچه زودتر رأی تایید بدهید. اعتراف به شرمساری دولت و وعده به برکناری مقام های حکومت. معاون دوم رئیس جمهور می گوید هر مقامی که در نجات فرخنده کوتاهی کرده باشد برکنار خواهد شد. سارنولی از پیششان تحقیق کند، هر کدامش که در توی یک قضیه که سطح ملی بوده به اصطلاح غفلت داشتن، کوتاهی داشتن، مجازات. نامزد کردن یک کودک دختر برای ازدواج دوم پدر. یک مرد در بادغیز دختر 6 سالش را در برابر 150 هزار افغانی با یک پسر 7 ساله نامزد کرد. خوش ندارم تیک. دل ما کنار پیارم باشم، درس بخونم، سبق بخونم. این به شدت محکوم میکنیم و من نمیخوام که خواهرای ما متضرر باشم همیشه. و در گذشت پیرترین زن جهان در ژاپن. به نام خدا و شب شما بخیر. حکومت افغانستان اعلام کرد که برای دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین در کنار دولت و مردم عربستان سعودی ایستاده خواهد شد. ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای می‌گوید که دولت افغانستان به اصل مردم سالاری باورمند است و با درک تجارب تلخ و ناگوار از عواقب جنگ و ناامنی طرفدار راه حل صلح‌آمیز بحرانی یمن بوده و از همه کشورهای اسلامی و رهبرانشان می‌خواهد که به همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل در این راستا تلاش نمایند. این در حالی است که عربستان سعودی از پاکستان خواسته تا در جنگ با یمن این کشور را همکاری نظامی کند. سرانجام 16 نامزد وزیر به مجلس معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در هنگام معرفی نامزد وزیران از اعضای مجلس نمایندگان می‌خواهد تا بر بنیاد اصل شایستگی به این وزیران رای دهند. اما تا اکنون برای مقام‌های وزارت دفاع ملی، ریاست بانک مرکزی و نیز دادستانی کل و دادگاه عالی کسی معرفی نشده است. پس از حدود دو ماه حکومت 16 نامزد وزیر را به شمول 4 زن به مجلس نمایندگان معرفی کرد. اسدالله ضمیر نامزد وزارت زراعت و آبیاری و مالداری. این نامزد وزیر مشاور مالی وزارت توسعه روستاها و رئیس برنامه های وزارت زراعت و آبیاری بوده است. آقای ضمیر تجربه کار در بانک جهانی نیز دارد. عبدالستار مراد نامزد وزارت اقتصاد وی به حیث والی کاپیسا سفیر افغانستان در مالیزیا کار کرده است و مسئول سیاستگزاری های جمعیت اسلامی بوده است. سید سعادت منصور نادری نامزد وزارت امور شهرسازی. آقای سعادت مشاور بانک ملی افغانستان و صاحب امتیاز شرکت های بزرگ بیمه در افغانستان است. عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ. آقای جهانی شاعر و نویسنده و تاریخ نویس است و تجربه کار در رادیو صدای امریکا را دارد. اسدالله حنیف نامزد وزارت معارف. آقای حنیف پیش از این سفیر افغانستان در کویت بوده است. همایون رسا نامزد وزیر تجارت و صنایع. آقای رسا معاون وزارت معارف و نیز کارمند سازمان ملل متحد بوده است. محمود بلیغ نامزد وزارت فواید عامه. آقای بلیغ استاد دانشگاه پلی‌تکنیک کابل است. محمدالله بتاش نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی. وی پیش از این سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی بود و به حیث والی فاریاب نیز کار کرده است. عبدالرزاق وحیدی نامزد وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی. این نامزد وزیر عضو انجمن ریاضیدانان افغانستان و استاد دانشگاه است. فریده مهمن نامزد تحصیلات عالی پزشک است و در شفاخانه های دولتی به حیث پزشک کار کرده است. علی احمد عثمانی نامزد وزیر انرژی و آب. آقای عثمانی با اتحادیه اروپا و برنامه غذایی جهان کار کرده است و نیز استاد دانشگاه است. سلامت عظیمی نامزد وزیر مبارزه با مواد مخدر. بانو عظیمی استاد دانشگاه و معاون دانشگاه بلخ است. نسرین اوریاخیل نامزد وزارت کار و امور اجتماعی. این بانو استاد دانشگاه پزشکی کابل است و نیز به حیث رئیس شفاخانه های بلخی
و ملالای کار کرده است. عبدالبصیر انور نامزد وزارت عدلیه، مشاور رئیس جمهور پیشین و معاون و سرپرست وزارت سعدامه در زمان مجاهدین بود. گلاب منگل نامزد وزارت سرحدات اقوام و قبایل به حیث والی هلمند، والی پکتیا و والی لغمان کار نموده است. و دلبر نظری نامزد وزارت امور زنان، عضو پیشین مجلس نمایندگان، پیشین کار با نهاد آکسفام، سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات را در کارنامه دارد. معاون دوم رئیس جمهور در هنگام معرفی این نامزد وزیران از اعضای مجلس نمایندگان می خواهد که به این نامزد وزیران رأی اعتماد بدهند و نگذارند که یک بخش بزرگ حکومت از سوی سرپرستان اداره شود. انتظار و تقاضای ما از شما وکلای محترم این است که با توجه به حساسیت اوضاع و با درک منافع و مصالح اولیای مردم با کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید تا با کمک خداوند و با حمایت شما کابینه ما هر چه زودتر کامل گردد. مجلس نمایندگان پیش از رخصتی‌های زمستانیش به 8 نامزد وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد داد. مردم ما انتظار کارکرد شما را دارند تا به مشکلاتی که ناشی از نبود شما متوجهشان گردیده نقطه پایان بیابد. این نامزد وزیران در حال برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شوند که انوس هم وزارت دفاع ملی، دادگاه عالی، لوی سارانولی و ریاست بانک مرکزی از سوی سرپرستان اداره می شوند. معاون دوم رئیس جمهور اطمینان می‌دهد هر مقام حکومتی که در کار نجات دادن فرخنده کوتاهی کرده باشد از کار برکنار و به کیفر خواهد رسید. آقای دانش تاکید می‌ورزد که پس از این حکومت به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از احساسات مردم استفاده سو کند. در این حال خانواده فرخنده می‌گوید که فرمانده پلیس کابل به آنان گفته است که پلیس در نجات فرخنده ناتوان شده بود. خانواده فرخنده می افزاید که فرمانده پلیس کابل به آنان گفته است که جسد دخترشان را شب هنگام دفن نمایند و نیز کابل را ترک کنند. سوختاندن فرخنده در قلب پایتخت و در برابر چشمان پلیس همه را تکان داده است. جنایت بی پیشینه ای که سیاهی های آن دامان کشور را لکدار ساخت. هر شخص و مقام دولتی که در این امر کوتاهی و یا تخطی کرده باشد و یا کوتاهی کند در هر مقامی که باشد از کارش برکنار شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. در این میان خانواده فرخنده میگوید که فرمانده پلیس کابل خود به آنان اعتراف کرده است که پلیس در نجات فرخنده ناتوان بوده است. گفت که دختر شما متاسفانه فوت کرده، شما اما تو که پلیس نتانست از دختر شما دفاع کرده، ما از شما دفاع کرده نمیتانم. شما مرده تانه بگیرین، بچه کاکا داری، بچه ماما داری، بگیرین خب و چوب برین دفنش کنین و شما کابل ترک بگویید، همیشه و شب از کابل براین. در نخستین ساعت رویداد خانواده فرخنده بر رسانه ها گفت که دخترشان بیماری روانی داشت. پسانتر این گپشان را پس گرفتند و گفتند که فرخنده بیمار نبود. چیستی این سخنان ضد و نقیص را مادر فرخنده اکنون روشن می سازد. ظاهراً که این سخن را هم فرمانده پلیس کابل به دهنشان انداخته بود. قرارم از ترس گفتیم. ما خبر نداشتیم که قماندان گفته است. وازیا گفتن که چیت کن ما از ترس خودی گپ گفتیم باش چی افشد آدم خام رحم بم دیوانام میکنه. اما رئیس بررسی جرم های جنایی وزارت امور داخله میگوید که از تمامی افسران پلیس به شمول فرمانده پلیس کابل درباره این رویداد باید پرسیده شود و پشتبانان فکری و معنوی قتل فرخنده جز پرونده این رویداد هستند. زینه پلیس ها شدیدن تحقیق شده و حتی از فرمانده پلیس کابل از کلش از همگیش از الف تا یای پلیسی که در این قضیه شامل بود این نظر وزارت داخله است. اکنون دیده ها به دادگاه ها دوخته شدند، زیرا این چگونگی کار حکومت و نهادهای عدلی و قضایی در برابر این رویداد است که عدالت را تامین خواهد کرد.
با این هم فرمانده پلیس کابل این اتهام ها را رد می کند، اما حاضر به گفتگو در این باره نشد. در این حال زیارت شاه دوشمشیره تا پایان بررسی ها درباره قتل فرخنده از سوی وزارت حج و اوقاف مسدود شده است. معاون دوم رئیس جمهور قتل فرخنده را برای دولت و مردم مایه شرمساری می داند و می گوید که با اراده قاطع عاملان این جنایت به دادگاه کشانیده خواهند شد. حالا برگردیم به خبر نخستین مجموعه خبری. حکومت افغانستان امروز پس از انتظارهای فراوان 16 نامزد وزیر باقی مانده را به مجلس معرفی کرد. برای بحث بیشتر مریم کوفی عضو مجلس نمایندگان اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین خانم کوفی. چقدر فکر میکنین با معیار تخصص و شایستگی همخوانی داره این 16 فرد فرستاده شدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بیننده تلو و تلو نیوز. خوشبختانه بگویم بدبختانه بگویم بالاخره صبر مردم افغانستان اینه به پایان رسید و حکومت وحدت ملی تانست که در طول 6 ماه برای 2 بار کابینه را به داخل شورا معرفی کنه و به شورای ملی معرفی کنه، که بدبختانه بازم یک کابینه نامکمل به خاطر از اینکه ما داشتیم لوی سارنوالی، سر محکمه و بانک مرکزی و چندین نهاد دیگه ای بود که اونا را باید معرفی میکردن، که بدبختانه و از همه مهمتر وزیر جنگ یا وزیر دفاع کشور که به واقعیت ستون فقرات افغانستان است اینی را باید معرفی میکردن که اینا معرفی نکردن و نمیفهمم که علتش چی بود که معرفی نشد و کسایی را معرفی کردن که به واقعیت زیادترش آلی خود ما پیشداوری نمیکنیم و زیادترش من فکر نمیکنم که اینا در مو وزارت هایی که معرفی شدن تخصصی باشن به خاطر از اینکه خلاف مسلکشان معرفی شدن. ولی آقای دانش امروز انگام معرفی این نامزد وزیرا گفت که شایسته هستند، متخصص، مدیر و مدبر. خو نظر خود دولت یا حکومت وحدت ملی است که اینا نظر خود را وجه ابراز کردن و او که تصمیم میگیره شورای ملی است به خاطر از اینکه ما خب بیشتر بانو کوفی این حکومت فکر میکنین این کابینه که حالا یک فهرست دوم به مجلس رسید و 16 نامزد وزیر هنوزم کرسی های خالی آنچنان که شما اشاره کردین وجود داره، این 16 نامزد وزیر بر پایه اصل تخصص فرستاده شدن یا نه بر پایه اون حرفی که مردم میگن شرکت سهامی است واقعا؟ خدا ای جای شک نیست که این 16 وزیر بین از اف جنا معرفی شدن یا از اف جریان معرفی شدن و یعنی زیادترش کسایی بودن که حداقل خبر نداشتن که اینا به سی وزیر معرفی میشن، بخصوص وزیر امور زنا و چند وزیر دیگه هم که همراه ما صحبت داشتن. اینا گفتن که اصلا ما وقتی که به ما زنگ زده شد و ما را خواستن ما ایران مانده بودیم که ما را کی و چه رقم معرفی کرده. ولی سوال اینجا بود که واقعا این حکومت اینکه 7 نفر شما میگین میان و معرفی میکنن از آدرسشون افراد را، خب این شرکت سامی میشه؟ ای خدای جای شکی نیست که این حکومت اگر به واقعیت حکومت وحدت ملی میبود یا حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان میبود این رقم که حال مردم در یک گمراهی قرار دارن و در یک سردرگمی قرار دارن این رقم نمیبودم کابینه شه به اصل تخصص شایسته سالاری معرفی میکرد. شما ببینه باری اول که کابینه را اینا معرفی کردن ولی این فکر نمیکنه خلاف اون شعارهای اسکاقای غنی سر میدو؟ خدای شکی نیست در زمان کمپاینشان اینا بسیار شعارهای بالا بلندی هر دو جنا دادن که به عهد و تعهد خود به مردم افغانستان وفاداری نکردن. بازم به هر حالتش علی کابینه یعنی برای 2 بار یک بار خودش آمد معرفی کرد که بدبختانه 12 نفرش شما دیده که تابعیت دوگانه داشتن و یعنی این بار دیگه هم که معاون دومش آمده معرفی کرده اینا هم تا هنوز کمیسیون روابط بین المللی در همین مورد اسناد این نامزد وزیران در دسترس شما قرار گرفته، امروز این را فرستاد حکومت، با یک مطالعه اجمالی که کردین چه مشکلاتی وجود دارد در مورد کدام یک از این نامزد وزرا؟ هنوز روی اسنادهای کاندید وزیرا غور بررسی صورت نگرفته و این مربوط میشه به کمیسیون روابط بین المللی و به کمیسیون تخصصی که خود کمیسیون معارف تسهیلات عالی است، این باید بررسی کنه. تا هنوز نه و اینا معرفی شده و تازه ما میخواهیم که نمایندگان مجلس خانم شکیبا هاشمی چند ساعت پیش در برنامه فراخبر گفتند که مثلا آقای عبدالباری جهانی در تاریخ 2 حمل 2 حمل همین سال
رفته و شناسنامه گرفته. خب این ما گفتم که مثلا یک چنین مواردی وجود داره. شاید ببینه در این خجای شکی نیست، به خاطر از اینکه در افغانستان قتل رجال شده بود و کسایی را معرفی کردن که با واقعیت این ما به کلگیشان توهین نمیکنیم. کسایی هستن که مثلا تخصصشان در رشته نیست و در رشته معرفی شدن، مثلا زیاتری وزیرا در یک رشته تحصیل کردن و در این رشته ای که هستن، مثلا در اقتصاد، اقتصاد با کسی چی که در بخشی چی خوانده، یعنی اردوی ملی یا بخشای نظامی را خوانده، یا زیادتری وزیرای ما که مثلا معرفی شدن اینا از ما یعنی رشته را خواندن در رشته معرفی نشدن. مثلا کسی که در وزارت کار امور اجتماعی معرفی شده، یک دکتر است، این به وزارت کار امور اجتماعی چی ربطی داره؟ به خاطر از اینکه امروز ببینه تمام اطفال ما در روی سرک، تمام گداهایی که در روی سرک هستن، اینا مربوط میشه به وزارت کار امور اجتماعی. یک کسی که باید در رشته تخصص داشته باشه. کوتاه بفرمایید، تصمیم مجلس چی خواهد بود در مورد این کابینه؟ چه برخورد انتظار میره مجلس؟ من فکر میکنم که کاسه صبر مجلس هم لبریز شده، اونا به خاطر از اینکه یک کابینه مکمل داشته باشن، این بار من فکر میکنم که با اکثریتش رای میتن و اگر این با کسایی که با مشکلاتی که بله ما مشکلاتی که دارن، اگر این جفای است، این جفای است حق ملت افغانستان، به خاطر از اینکه ما باید با کسایی رای بدیم شایستگی داشته باشن، اهلیت داشته باشن، در اون تخصص داشته باشن و بتونن امی افغانستان از امی حالتی که ما هستیم بیرون برایم. سپاسگزارم از شما مریم کوفی عضو مجلس نمایندگان. سپاسگزارم. یک مرد در ولایت بادغیز دختر 6 ساله اش را در برابر 150,000 افغانی با یک پسر 7 ساله نامزد کرده است. رئیس امور زنان بادغیز میگوید که پدر این دختر برای ازدواج دوم خودش دخترش را مجبور به نامزدی کرده. در همین حال فرمانده پلیس بادغیز میگوید که پدر دختر و پدر پسر در بازداشت پلیس به سر میبرد و بازپرس ها از آنان آغاز شده است. اینان کودکان هستند که در ولایت بادغیز از سوی پدرانشان در کودکی نامزد شدند. خوش ندارم تیکن. دل ما کنار پیارم باشم، درس بخوانم، سبق بخوانم. در همین حال رئیس امور زنان بادغیس میگوید که پدر این دختر نیز نامزد است و برای ازدواج دومش این دختر خردسالش را نامزد ساخته است تا از این را پولی به دست آورد. ای به شدت محکوم میکنیم و من نمیخوام که خواهرای ما متضرر باشم. همیشه خوشنود دامنگیر همی خانواده هاشه، این می به عقد ازدواج در میاره و او بچه و خود از هم نامزاده فعلا که انوز به یکی نیم لکه این دختره که میفروشه. پدر این دختر که خسرش را در این کار مقصر میداند میگوید که خسرش برای ازدواج از وی 700,000 افغانی میخواست و وی را مجبور ساخته است تا این دختر خردسالش را نامزد کند. ما در این کار همچنین پشی خدا و پشی دولت مجرمیت و مسئولیت داریم. چرا؟ خود ما بگردن میگیریم. پدر این پسر نیز میپذیرد که در بدل 150,000 افغانی این دختر را در قید پسرش آورده است. یکی نیم لگم سر شیرین خوری میتیم با می خسرم. داده نتونستم این دختر رو بیامد اینجا گو با مو یکی دیگه که مو جلو روش بود. بازو چی گد که من این دختر مر بیدیده بچهت. از سوی دیگر فرمانده پلیس بادغیس میگوید که پدران دختر و پسر هم اکنون در بازداشت پلیس هستند و یک ملا که نکاح عقد این کودکان را خوانده است نیز بازداشت شده است. دادگاه ابتدایی شهری هرات حکم پیگرد قضایی محمد اسحاق الکو دادستان کل پیشین و ماریا بشیر رئیس دادستانی استیناف هرات را به اتهام استفاده سوء از صلاحیت‌هایشان و نیز همکاری در فرار چندین فساد پیشه بزرگ صادر کرد. این پرونده به 5 سال پیش برمیگردد. بر بنیاد گفته های رئیس دادگاه ابتدایی شهری هرات، شماری از بازرگانان بیش از 100 موتر کالاهای بازرگانی را در همکاری با شماری از گروه های مافیایی بدون پرداخت محصول گمرکی از گمرک هرات بیرون کشیدند. اما این مردان شناسایی و بازداشت شدند و با آنکه در زندان بودند از سوی سارنولی استیناف هرات بدون گرفتن ضمانت از زندان رها شدند و از کشور فرار نمودند. در همین حال این دادگاه حکم نمود که محمد اسحاق الکو لوی سارنوال پیشین، معاون نظارت لوی سارنوالی و رئیس عمومی تدقیق این نهاد به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌هایشان و رهایی این فساد پیشگان بزرگ از بند زیر پیگرد قانونی قرار گیرند. همچنان این دادگاه حکم نموده است که ماریا بشیر رئیس پیشین سارنوالی استیناف هرات و دو مقام دیگر این نهاد به اتهام زمینه‌سازی برای رهایی 10 فساد پیشه بزرگ از زندان و پنهان نمودن پرونده های این متهمان در این نهاد گرفتار شوند و زیر پیگرد قانونی قرار گیرند. با جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای
در نص حکم محکمه قابل تحقیق و تغییر عدلی دانسته شدند. رئیس این دادگاه می گوید که این چهره ها بیش از 700 میلیون افغانی به دولت زیان وارد کردند و با آنکه اسناد و مدارک بسیار درباره یک رویداد بزرگ فساد در گمرک هرات موجود بوده است و نیز دستور رئیس جمهور پیشین کشور و حکم دادگاه در این باره موجود بودند، اما لوی سارنوالی و رئیس سارنوالی پیشین استیناف هرات برای فرار این فساد پیشگان زمینه سازی کردند و صدها میلیون افغانی به دولت زیان رساندند. سارنوال تعقیب و تحقیق امنیت عامه سارنوالی هرات به اتهام التوا گذاشتن دوسیه و رهایی متهمین بدون از نظر داشت اقدامات و اخذ ضمانت معتبر قانونی و به اتهام التوای دوسیه در زمینه قابل تحقیق و تعقیب عدلی دانسته شدند. هرچند متهمان این رویداد در نشست قضایی حضور نداشتند و وکیل مدافع آنان از این متهمان به گونه غیابی دفاع نمود، اما این دادگاه 6 تن از این متهمان را به 1 تا 3 سال زندان محکوم کرد و حکم نمود که 748 میلیون افغانی زیان دولت را بپردازند. تا لحظات دیگر، استقبال مقام های فلسطینی از پیوستن به دادگاه جهانی. باز هم خوش آمدید. فلسطینیان از پیوستن کشورشان به دادگاه جهانی جنایت های جنگی استقبال می کنند. صائب عریقات گفتگو کننده بلندپایه فلسطین با اسرائیل می گوید که پیوستن فلسطین به دادگاه جنایت های جنگی می تواند مانع جنایت ها در برابر فلسطینیان شود. گروه حماس نیز پیوستن فلسطین را به دادگاه جنایت های جنگی گام مهم خوانده است. فلسطین به روز چهارشنبه به عنوان 123مین عضو دادگاه جهانی جنایت های جنگی رسما به این دادگاه پیوست، امری که از سوی تمامی فلسطینیان پشتیبانی شد. صائب عریقات گفتگو کننده بلندپایه فلسطین با اسرائیل پیوستن کشورش را به دادگاه جهانی جنایت های جنگی گام تاریخی میداند. با دست آوردن وضعیت کامل دادگاه جهانی جنایت های جنگی برای فلسطینیان اهمیت تاریخی دارد. ما تلاش میکنیم جنایت هایی که در برابر مردم ما تابستان گذشته در غزه رخ دادند و سبب کشته و زخمی شدن 12,000 فلسطینی و بیجا شدن 500,000 فلسطینی دیگر شدند دیگر تکرار نشوند. به دست آوردن عضویت دادگاه جهانی جنایت های جنگی به فلسطینیان این امکان را می دهد که اتهام جنایت های جنگی را در برابر اسرائیل به گونه رسمی مطرح و پیگیری کنند و در عین حال گروه های شبه نظامی همانند جنبش حماس نیز ممکن است به اتهام تخطی از قوانین جهانی زیر پیگرد قرار گیرند. با این هم گروه حماس از پیوستن به این دادگاه پشتیبانی می کند. این یک گام مهم در مسیر درست بود. مهمترین کارها به دادگاه کشانیده شدن رهبران اشغال از بحر جنایت های همانند یهودیگرایی، شهرکسازی و دیوار تبعید است که آنان در برابر بشریت و مردم فلسطین مرتکب شدند. پس از ناکامی گفتگوهای صلح در خاورمیانه، فلسطین در ماه جنوری سال روان میلادی معاهده تأسیس دادگاه جهانی جنایت های جنگی را امضا کرد و خواهان پیوستن به این دادگاه شد و این درخواست با وجود مخالفت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از سوی این دادگاه پذیرفته شد. پیرترین زن جهان به سن 117 سالگی در ژاپن درگذشت. این زن که میساو اوکاوا نام داشت بامداد امروز پس از آن درگذشت که قلبش از کار افتاد. میساو اوکاوا پس از مرگ کیمورا یک ژاپنی دیگر در ماه جون سال 2013 میلادی باعث پیرترین انسان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده بود. تا لحظات دیگر، 7 میلیارد دلار در خزانه کشور. باز هم خوش آمدید. و ذخیره ارزی افغانستان به 7 میلیارد دلار رسیده است. سرپرست بانک مرکزی میگوید با آنکه برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی هر هفته از 15 تا 100 میلیون دلار به بازار عرضه می شود، اما این پول از ذخیره ارزی نیست. به گفته وی دلارهایی که در عملیات بانکی به بازار فروخته می شوند پول کمک های خارجی و دیگر منابع ارزی دولتند. و نگاه دیگر به چند خبر. سرانجام حکومت بخش دوم کابینه را به مجلس فرستاد.
در پیوند به بحران یمن، حکومت افغانستان اعلام کرد که برای دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین در کنار دولت و مردم عربستان خواهد ایستاد. و پیرترین زن جهان به سن 117 سالگی در ژاپن درگذشت. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.